با درود به بینندگان این برنامه. چندی پیش ما یک کتاب نوشتیم به نام مانگا و اهورا، ولی به سبب کمبود مالی ما نتوانستیم این کتاب را به چاپ برسانیم. و از آنجایی که این کتاب دارای ارزش تاریخی است، بنابراین ما بران شدیم که این کتاب را، نهوند این کتاب را بدین گونه به آگاهی هممیهنان برسانیم. این کتاب فراگیرنده دو بخش است. یک بخش از این کتاب به معنی واژه ها میپردازد. واژه هایی همچون هفت‌سین، جشن قربان، کاویان. این واژه ها رو ما برای نخستین بار در تاریخ افشا کرده ایم. پیشتر از ما هیچ کس دیگری این واژه ها رو افشا نکرده است، ولی ما با افشا کردن معنی این واژه ها هم نشان میدیم که ایرانیان باستان چگونه زندگی میکردن و چگونه و چرا باورها و پندارهای خود را آفریدند. برای نمونه هفت سین، همچنان که همه میدانند، ایرانیان در جشن نوروز سفره ای را پهن می کنند و در درون سفره هفت چیز را که با سین آغاز شده است درون سفره می گذارند و فکر می کنند که هفت سین یعنی هفت تا سین، مثل سماور، سینی، سمنو. ولی هفت سین کوتاه شده سه واژه است و معنی هفتمین شب هستی را می دهد. هفتمین شب هستی یکی از جشنهای بزرگ ایرانیان باستان بوده است و هیچ پیوندی به جشن نوروز ندارد. ما در آینده خواهیم گفت که این جشن چه شبی برگزار می شده است و چرا برگزار می شده است. و یا جشن قربان، ایرانیان باستان در سال 14 جشن می گرفتند که بزرگترین آنها جشن قربان بوده است. شاید برخی ها فکر کنند که قربان یک واژه عربی است، در حالی که عربا اصلا نمی دونن قربان چه معنی می دهد. قربان یک واژه کردی است. ما در آینده خواهیم گفت که جشن قربان چه روزی بوده است و چرا برگزار می شده است. بخش دیگر از این کتاب به منظومه شمسی می پردازد. پندار منظومه شمسی پندار ایرانیان باستان بوده است. یک پندار بوده، یک باور بوده که منجر به پندار منظومه شمسی شده است. ایرانیان باستان به منظومه شمسی می گفتن کاویان. همین واژه کاویانی که امروزه به معنی شاهنشاهی و یا پادشاهی و یا فرمانروایی و یا بزرگان به کار برده می شود، در واقع یعنی منظومه شمسی. و ما در آینده خواهیم گفت که ایرانیان باستان چگونه و چرا به پندار کاویان و یا منظومه شمسی رسیدن. همچنان که می‌بینید اینجا عکس روی جلد کتابه که عکس ماهه که درون آن یک مادگاو رسم شده است و در کنار آن نوشتم مانگا. و همچنین عکس خورشید که تندیس یک کلگاو در داخلش رسم شده است و در کنار آن نوشتم اهورا. مانگا یعنی مادگاو و اهورا یعنی گاو نر. همون اهورایی که همه با نام آن آشنا هستن همینه، گاو نر. ولی این گاو نر یک گاو نر معمولی نبوده است. گاو نریست که پیشاپیش گله گاو حرکت میکند و در واقع میشه گفت رهبر یک گله گاو.
به این رهبر گاو گله گاو می گفتند اهورا. من گاو اهورا با گویش های گوناگونی بیان می شده اند، ولی ما در اینجا به طور خلاصه از همین مانگا و اهورا آغاز می کنیم. ایرانیان باستان بر این باور بودند که ما یک مادگاو زنده بوده است و خیلی چیزا را می دانسته است. البته خیلی چیزا نه مثل فیزیک و شیمی و ریاضی، مثل ما تابستان کی میاد، پاییز کی میاد، زمستان کی میاد و یا بهار کی تمام میشه. درباره فصلا فکر میکردن که ما یک مادگاو زنده بوده است و این چیزها را میدانسته است. از همین روی بهش میگفتن مانگا دانا. مانگا یک واژه کردی است و یعنی مادگاو. در کردی به مادگاو میگن مانگا، ولی به ماه میگن مانگ. مانگ کوتاه شده مانگا دانه است. یعنی مادگاوی که دانه است. مانگا، خود واژه مانگا آمیخته ای از دو واژه است، مان و گا. مان یعنی ماده، جنس ماده، مؤنث. گا یک گویشی از گاو است. از مانگا یعنی ماده گاو. برخی از گویش ها به جای مانگا دانا می گفتن ماهاکا دانا. ماها همون معنی مانو میده، یعنی ماده. کا گویشی از گاست که همون معنی گاو میده. دانام که همون دانه است. ماها کا دانا کوتاه شده شده ماه. از همون ماهی که ما میگیم یعنی ماده در واقع، که کوتاه شده مادگاو دانه است، ماهاکا دانا. ایرانیان باستان همچنان که گفتم چنین میپنداشتن که خورشید یک گاو نر زنده بوده است و این گاو نر همه چیز را میدانسته است. ایرانیان باستان گاو را پرستش نمی کردند. اصلا پرستشی در میان ایرانیان باستان نبوده است، ولی بر این باور بودند که خورشید یک گاو نر زنده بوده است و همه چیز را میدانسته است. از این روی به خورشید گفتند اهورا مزدانا. مزدانا یک گویش کردی است. برخی از گویش ها به دانا میگن مزدانا. از اهورا مزدانا کوتاه شده
شده اهورامزدا. و یعنی خورشید دانا، یعنی همین گاو نر دانا. برخی از گویش ها به اهورا می گفتند اخورا. اخورا همان معنی گاو نرو میده، فقط یک گویشی از اهورا است. و به جای اهورا مزدانا میگفتن اخورا شایدانا. واژه شای یعنی همه، دانام که همون دانه است، از اخورا شای دانا یعنی اخورایی که همه چیز را میدانسته است. اخورا شای دانا کوتاه شده، شده خورشید. این خورشیدی که ما اسمشو گذاشتیم خورشید، یعنی گاو نر دانا، یعنی همین. من در اینجا این بخشو به پایان میبرم تا بخش آینده که به ادامه که گفتار رو ادامه میدم شادزی شادکام باشی.